بینندگان عزیز خدمت شما سلام عرض می کنم آرزو دارم با اشتیاق اومده باشیم کتاب مقدس دستمون باشه قلم و کاغذ به همراه داشته باشیم تا امروز چیز جدیدی از کلام زنده خداوند یاد بگیریم که قادر است جانهای ما را نجات بخشد عنوان درس های ما این هست مسیح در عهد عتیق و این جلسه جلسه 22 هست در رابطه با سمبل هایی صحبت میکنیم که در عهد عتیق اشاره به عیسی مسیح میکنه و امروز قرائت ما از عهد عتیق کتاب یوشع ابن نون باب دوم خواهد بود اما قبل از اینکه اون قرائت رو بکنم میخوام توجه شما رو جلب کنم به آنچه که پولس رسول در رساله خودش به افسوسیان باب دوم از آیه شماره 17 مینویسه و آمده بشارت مصالحه رسانید به شما که دور بودید و مصالحه را به آنانی که نزدیک بودند زیرا که به وسیله او هر دو آنانی که دور آنانی که نزدیکن نزد پدر در یک روح دخول داریم پس از این به بعد قریب و اجنبی نیستید بلکه هموطن مقدسین هستید و از اهل خانه خدا درس امروز ما این سمبولی که امروز مطالعه خواهیم کرد یک شخصیت قریب است که دیگه قریب نشد بلکه هموطن مقدسین دیگه اجنبی به حساب نیومد بلکه یکی از خاصان دیگه گناهکاری فاحشه محسوب نشد بلکه در زمره نسبنامه ایسای مسیح جای گرفت و او شخصیتی شد که داوود از او از نسل او پدیدار شد که مسیح از نسل داوود آمد موضوع مطالعه این جلسه ای ما راه به فاحشه هست در یوشع ابن نون باب دوم و متن اصلی که میخوایم مطالعه کنیم در یوشع باب دو صحبت از یک ریسمان قرمز میکنه که سمبولیست از مسیح بر روی صلیب لطفا توجه کنید به یوشع ابن نون باب دوم این جریان خیلی جالبیه که رخ داده و باعث ما زمینه این اتفاق رو بدونیم تا بهتر درک کنیم خدا میخواد چه چیزی به ما بگه و دل ما به چه چیزی قراره قوت بگیره تقویت بشه مستحکم بشه استوار بمونه و یوشع ابن نون دو مرد جاسوس از شتیم به پنهانی فرستاده گفت روانه شده زمین و عریها را ببینید پس رفته به خانه زن زانیه ای که راهاب نام داشت داخل شده در آنجا خوابیدند یوشع ابن نون کسی هست که خادم موسا بود موسا فوت شده الان یوشع ابن نون میخواد قمر و وارد سرزمین موعود بکنه ولی قبل از اینکه وارد بشن میبایستی تحقیقاتی صورت بگیره میبایستی جاسوسی بکنن تا بدونن زمین مردم زمین شهرهاش چطور هستن و اولین شهر عریها هست بری زمین و عریها رو ببینید پس به خانه زن زانیهی که راهاب نام داشت رفتند و آنجا خوابیدند ملک علی عریها را خبر دادند که اینک مردمان از بنی اسرائیل امشب داخل اینجا شدند تا زمین را جاسوسی کنند و ملک عریها نزد راهاب, فرستاده گفت مردانی را که نزد تو آمده به خانه تو داخل شدند بیرون بیاور زیرا برای جاسوسی تمامی زمین آمده اند و زن آن دو مرد را گرفته ایشان را پنهان کرد و گفت بلی آن مردان نزد من آمدند اما ندانستم از کجا بودند و نزدیک به وقت بستن دروازه آن مردان در تاریکی بیرون رفتند و نمیدانم که ایشان کجا رفتند به زودی ایشان را تعاقب نمایید که به ایشان خواهید رسید آیه شماره شش. لیکن او ایشان را به پشت بام برده در شاخه های کتان که برای خود بر پشت بام چیده بود پنهان کرده بود پس آن کسان ایشان را به راه اردن تا گداره ها تعاقب نمودند و چون تعاقب کنندگان ایشان بیرون رفتند دروازه ها را بستند و قبل از آنکه بخوابند اون از ایشان به پشت بام برامد و به آن مردان گفت میدانم که یهوه این زمین را به شما داده و ترس شما بر ما مستولی شده است و تمام کسان ساکنان زمین به سبب شما گداخته شده زیرا شنیده ایم که خداوند چگونه آب دریای قلزم را پیش روی شما کنید وقتی که از مصر بیرون آمدید و آنچه به دو پادشاه اموریان که به آن طرف اردن بودند کردید یعنی سیهون و اوج که ایشان را هلاک ساختید و چون شنیدیم راهاب میگه چون شنیدیم دلهای ما گداخته شد و به سبب شما دیگر در کسی جان نماند زیرا که یه و خدای شما بالا در آسمان و پایین بر زمین خداست پس الان برای من به خداوند قسم بخورید که چنان که به شما احسان کردم شما نیز به خاندان پدرم احسان خواهید کرد و نشانه امانت به من بدهید که پدر و مادرم برادرانم و خواهرانم و هرچه دارند زنده خواهید گذارد و جانهای ما را از موت رستگار خواهید ساخت آن مردم به وی گفتند جانهای ما به عوض شما بمیرند که چون خداوند این زمین را به ما بدهد اگر این کار ما را بروز ندهید البته به شما احسان و امانت خواهیم کرد پس ایشان را با تناب از دریچه پایین کرد زیرا خانه او راهاب فاحشه بر حصار شهر بود و او بر حصار ساکن بود و ایشان را گفت به کوه بروید مبادا تعاقب کنندگان شما به شما برسند و در آنجا سه روز خود را پنهان کنید تا تعاقب کنندگان برگردند بعد از آن به راه خود بروید آن مردم به وی گفتند ما از این قسم تو که به ما دادی مبرا ما خواهیم شد اینک چون ما به زمین داخل شویم این تناب ریسمان قرمز را به دریچه ای که ما را به آن پایین کردی ببند پدرت مادرت برادرانت و تمامی خاندان پدرت را نزد خود به خانه جمع کن و چنین خواهد شد که هر کسی که از در خانه تو به کوچه بیرون رود خونش بر سرش خواهد بود و ما مبرا خواهیم بود و هر که نزد تو در خانه باشد در آن خانه ای که بر روی پنجرش آن تناب ریسمان قرمز بسته شده اگر کسی بر او دست بگذارد خونش بر سر ما خواهد بود و اگر این کار ما را بروز دهی از قسم تو که به ما داده ای مبرا خواهیم بود او گفت موافق کلام شما باشد پس ایشان را روانه کرده رفتند تناب قرمز را به دریچه بست چه داستان جالبی از استراتژی که یوشع ابن نون قبل از ورود به سرزمین کنعان داره که میخواد جاسوسی بکنه و بدون چی به چیه که, چه... که به چه طریقی جنگهاش رو پیش ببره بر طبق باب یک آیات پنج و شش این شخصیت این قریبه این گناهکار این غیر اسرائیلی این شخصیتی که ساکن عریه هاست عری هایی که قراره از بین بره مطابق متا باب یک این زانیه این راهاب فاهش مادر بو از شد که مادر مادر بزرگ داووده در لیست ایمان ابرانیان یازده جای گرفت و یعقوب برادر خداوند در رسالش برای اینکه نمونه ای از ایمان رو مطرح کنه ایمانی که بدون عمل مرده است ابراهیم رو مطرح میکنه و این عمل زن زانیه رو راه به فاحشه راه به فاحشه سمبولیست است از فیض و رحمت خدا بر انسانی که قریب و اجنبی بیش نیست بر انسانی که ساکن در میان گناهکارانی که یه ذره شاید ازشون از او بهتر باشند ولی همه گناهکارند این زن اینجا ساکنه و خونش روی حصار دیواره خونش پنجره داره به بیرون شهر و وقتی که این دو نفر وارد میشن وارد خونه یک زانیه میشن من نمیدونم وقتی من داشتم این متن رو میخوندم آیا شما از خودتون سوال کردید اینا اگر خادمین خدای تعالی هستن چرا باید برن خونه یه زانیه اسمشون خراب بشه یا از خودتون سوال کردید که این دو نفر واقعا رفتن اونجا جاسوسی کنن یا با زن زانیه زنا کنن کتاب مقدس میگه این دو شخص این دو جاسوس رفتن شهر رو جاسوسی کنن بر حسب پیغام خدا و خدا اونها رو هدایت کرد وارد منزلی بشن که اتفان زیاد سوال پیش نیاد چون اگر منزل منزل رهاب به فاحشه است خیلی ها وارد میشن در این منزل و خیلی ها جهت زنا وارد میشن و میرن کسی هم سوال نخواهد کرد و اگر کسی قرار بیاد بهترین جا خونه رهاب به فاحشه است وقتی وارد خونه راهاب فاحشه میشن راهاب اسمش هست فاحشه و متاسفانه در تمام کتاب مقدس این اسم روش موند هرچند در نسبنامه مسیح جای گرفت هرچند به عنوان یک شخصی که نجات یهوه رو چشید زندگی جدیدی پیدا کرد را... راهاب دیگه در آن قوم گناهکاری که هلاک شدن نبود بلکه پیوست به قوم خدا ولی اسمش موند راهاب فاحشه هرچند اسمش این موند اما این شخصیت شخصیتی نجات یافته است شخصیتی است که شنید بر حسب آنچه شنید ایمان آورد رومیان باب ۱۰ آیه ایمان از شنیدن است و شنیدن است کلام خدا اما چه چیزی هست که راهاب شنیده در قرائتی که برای شما کردم از باب دوم در مکالمه‌ای که بین این دو جاسوس و راهاب صورت میگیره راهاب میگه در آیه شماره ده زیرا شنیده ایم که خداوند چگونه آب دریای قلزم را پیش روی شما خشکانید شنیده ایم که با اون دو تا پادشاه اون طرف اردن چه کار کردید اونها رو هلاک کردید و وقتی شنیدیم دلهای ما گداخته گردید جان در کسی باقی نماند چون این شنیدن ما را به جایی رسانده که الان من میخوام بگم یهوه خدای شما بالا در آسمان پایین بر زمین خداست ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا و این زن به یهوه خدای اسرائیل ایمان آورده چون خبر او را اعمال دست او را شنیده و آن شنیدن از اعمال دست خداوند آن شنیدن از کارهای خداوند مردم رو نجات میده ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا اعمال خدا پیغام خدا پس اینها وارد خونه راهاب فاحشه شدن چون بیچاره راهاب دیگه اسمش موند فاحشه اما اینها وارد جایی شدن که خدا قبل از اینکه اونها وارد بشن اونجا کار کرده اون خونه فاحشه رو تبدیل به خونه تقدیس شده خودش کرده اون زن فاحشه رو تبدیل کرده و اون آن زن فاحشه آن غریبه آن اجنبی دیگه غریبه نیست دیگه اجنبی نیست دیگه هموطن مقدسینه بر حسب آیه که برای شما از افساسیان خوندم و اینها وقتی وارد میشن خب پادشاه یا بگیم کت خدای شهر میشنوه که بله اسرائیلیان به جهت جاسوسی اومدن میفرسه خونه رهاب فاحشه رهاب فاحشه میگه اومدن به دروغ میگه اومدن ولی قبل از اینکه تاریک بشه رفتن اگه عجله کنید بهشون میرسید بدوید اینها رو میفرسته و اون دو نفر رو بر پشت بام قایم میکنه پنهان میکنه و بعد میخواد راهیشون بکنه بهشون میگه کجا بمونن تا چه وقت بمونن که دستگیر نشن اما یک شرط و شروطی اونجا مطرح میشه و راها به فاحشه میگه اما به من قول بدید زمانی که اومدید و این سرزمین رو گرفتید به من و خانوادم رحم کنید همچنان این راهاب به ملقب به راهاب به فاحشه به ایمان عمل میکنه همچنان در ایمان سخن میگه ایمان داره که خدا یهوه سبایود این سرزمین را به این قوم خواهد داد برای همین میگه وقتی وقتش رسید و خدا به شما داد بدون شک و وقتی زمانش رسید و شما میخواید اینجا را خراب کنید همه را از بین ببرید بر من و خاندان من رحم کنید و اونها میگن اگر به کسی نگی کردی اگر این رو پنهان نگه داری و این قولی رو که به ما دادی نگه داری ما هم قول میدیم وقتی بیایم وقتی که قرار همه رو هلاک کنیم تمام آنانی که در خانه تو باشند آنها رو حفظ خواهیم کرد اما این تناب ریسمان قرمز رو بگیر بر آن پنجره ای که ما رو میخوای ازش آویزان کنی پنجره ای که به بیرون شهر بود از اون پنجره ای که ما رو آویزان میکنی تا راهی بشیم ببند اینجا نشانه ای داریم به تو میدیم اینا ببند اینجا تا وقتی ما اومدیم بدونیم مردم ما سربازان ما بدونن خونه راها کدومه تا تو را حفظ کنیم اما اگر کسی از خونت بره بیرون خونش بر سر خودش خواهد بود و راهاب همین کار میکنه با ایمان ریسمان تناب قرمز رو میبنده بر روی پنجره خونش این ریسمان صحبت این رو میکنه که آنجا ایمانیست بر حسب وعده های خدا آنجا ایمانی است بر حسب کلام خدا راهاب سمبل فیض کامل و فیض نجات بخش خداست راهاب نشانگر اون شخصیتیه که اسرائیلی ها نیمدن بهش بشارت بدن در مورد یهو و خدای اسرائیل فقط اعمال دست خدا رو یه, یه طوری شنید آیا ایمان دارید امروز بسیاری ایمان میارن به عیسی مسیح خداوند وقتی مبشرین مسیحی بشارت میدن و عده دیگه ایمان میارن طوری که فقط اعمال خدا را میشنوند اعمال خدا را در ایسای مسیح میخونن جایی بعضی ها رو خدا نجات میده وقتی مبشری میسته و کلام خدا رو بهشون میگه بعضی ها رو خدا نجات میده یک تا مقدس کوچیک دستشون میفته و میخونن راهاب سمبولی از این فیض کافی و بسنده خدا فیض نجات بخش خدا هدیه که خدا میده زمانی که خدا مقرر میکنه نجات کسی رو تمام راههاش رو هم فراهم کرده وسایلش رو هم فراهم کرده و در قدوسیت همه رو به کار میگیره و برزوی اون زندگی آن زندگی آن شخصی که با ایمان داره عمل میکنه یک نشانه هست یک سمبل هست ریسمان قرمز ریسمان قرمزی که راهاب میبنده سمبلی از خون عیسی مسیح که بر روی صلیب ریخته شد مثل خون قربانی هابیل مثل خون بره فسح خب به یاد دارید برای فسح چی بود زمانی که بنی اسرائیل خواستن از مصر آزاد بشن خدا بهشون گفت امشب برای فسح یا پسح را زب کنید خونش رو بردارید روی سردر خونهاتون بزنید فرشته مرگ وقتی میاد تا نخستزاده ها رو بزنه اگر خون رو ببینه رد میشه برای همین توی زبان انگلیسی بهش میگن پس اوور پس اوور رد میشه ازش اگر اون خون اونجا باشه اگر نه نخوزاده اون خونه زده خواهد شد پس آن خون بری فسح رو که زدن روی سردر خونه یک نمونه بود از ایمانی که به کلام خدا داشتن خدا گفت اینو بکن اونا کردن و فرشته مرگ هر جا خون دید زاده رو نکشت صدمه ای به اون خونه وارد نیمد به مثال اون در زندگی راها به فاحشه و تمامی اهل بیتی که تو خونه جمع کرده الان ریسمان قرمزی هست که باز هم نشانی است از همان خون بره بی خونی که اونجا پاشیده شده خونی که باعث نجات اونها شده و اونها با ایمان دارن اعلام میکنن ما به خون عیسی مسیح شسته شدیم ما به خون عیسی مسیح نجات پیدا کردیم این ایمان راها به فاحشه است که اونو میبند اونجا اعلام میکنه در تمامی شهر برای همشون اعلام میکنه و این اقرار ایمان این اجنبی این قریب این فاحشه اعلام میکنه من ایمان دارم به کلام زنده یهوه سبایوت خدای اسرائیل که چه معجزات کرد و خدا این سرزمین رو به آنها داده وقتی که با ایمان عمل کرد با ایمان نیز پذیرفت در باب ششم وقتی که این شهر شکسته میشه قوم بنی اسرائیل قلبه پیدا کنند بر این شهر و شروع میکنن به خراب کردن این شهر در آیات 17, 23 و 25 باب ششم ببینید چی میخونیم خود شهر و هر آنچه در آن است برای خداوند حرام خواهد شد و راهاب به فاحشه فقط با هرچه با وی در خانه باشد زنده خواهد ماند زیرا رسولانی را که فرستادیم پنهان کرد پیغام خداست از میان تمامی ساکنان این شهر او را که فاسدترین شخصیت این شهر بود از همه بدتر بود فقط او و تمامی آنانی که باوی در خانه باشند زنده خواهند ماند چرا؟ ایمان آوردند و نشانه نجات بر پنجره اونها آویزانه آیه شماره 23 پس آن دو جوان جاسوس داخل شده راها با پدرش و مادرش و برادرانش و با هر چه داشت بیرون آوردند وقتی دارن شهر رو میزنن داغون میکنن بلکه تمام خیشانش رو آورده ایشان را بیرون لشکرگاه اسرائیل جا دادن از اونجا کندن اونها رو زنده کندن اونها رو از اونجا و توی خودشون در لشکرگاه خودشون جا دادن کار ایسای مسیح اینه که آن قربا و آن اجنبی ها و آن گناهکاران رو آنانی را که گفت من دوست شما هستم دوست گناهکاران هستم اونها رو میکنه از اونجا تا حلاک نشن و حلاک نمیشن به خاطر آن خونی که اونها رو پوشونده اونها رو از اونجا میکنن و قسمتی از خودشون میکنن آن اجنبی و قریب دیگه هم وطن مقدس این شد آیه شماره 25 و یوشع راهاب فاحشه و خاندان پدرش را با هرچه از آن او بود زنده نگاه داشت و او تا امروز در میان اسرائیل ساکن است زیرا رسولان را که یوشع برای جاسوسی عریها فرستاده بود پنهان کرد راهاب و خانوادهش به سبب وعده ای که به خاطر خون نجات بخش به داده شده بود نجات دادند. خدا رو شکر برای این سمبل بسیار واضح در عهد عتیق که این امکان هست این کاری که خدا میکنه او آمده تا دوست گناهکاران بشه او فقط شخصی نیست که از قوم یهود ظاهر شد فقط برای یهود او آمد تا جهانیان را نجات بخشد او آمد تا آنانی که قریبن دورن نزدیک کنه آنانی که دشمنن تبدیلشون کنه به فرزند آنانی که مردن زندهشون کنه آنانی که هیچن یه چیزی بکن اونها رو و آنانی که مانند راها به فاحش بدترین تحقیر شده ترین شخصیت باشن در تمامی شهر اونها رو برخیزونه و برای خودش فرزندان بکنه آیا امروز خدا این کار میتونه بکنه؟ البته خدای ما همون خدای عهد عتیقه خدای ما همون خدای زنده و نجات دهنده است و همون خدایی که میگه اگر ایمان آری نجات خواهی یافت اگر ایمان آری به کلام خدا و بر حسب اون عمل بکنی و این نشانه بر روی زندگی تو باشه خون ریخته شده عیسی مسیح تو حیات داری حلاکت به تو نخواهد رسید تو دیگه قریب نیستی جزی از بدن عیسی مسیح خداوند هستی خدا رو شکر خدا رو شکر هزاران بار برای این فیض عظیم که این فیض رو برای تک تک شما عزیزان طالبم در نام عیسی مسیح آمین